در یک سال گذشته شاهد جمهوری بیشتری در طیف مخالفان نظام حکومتی ایران در خارج از کشور بودیم. سازمان های تازه به وجود آمدند و سازمان هایی هم که بودند و فعالیت چندانی نداشتند حالا فعال تر شدند. بسیاری از این گروهها از دوران گذار صحبت می کنند و طرح و برنامه برای بعد از جمهوری اسلامی در ایران می دهند. چه چیز باعث گرمی بازار سیاست در بین مخالفان شده است؟ آیا به راستی نظام جمهوری اسلامی در ایران در آستانه فروپاشی است؟ طرح و برنامه های این گروه ها تا چه حد قابل پیاده شدن است یکی از این گروه ها که عمری 15 ساله دارد و اخیرا هشتمین کنفرانس اون در شهر کلن آلمان برگزار شد اتحاد جمهوری خواهان ایران است و یکی از اعضای رهبری آن مسعود فتی مهمان من در این برنامه است اتحاد جمهوری خواهان در این 15 سال حیاتش چه موفقیت هایی داشته است تا چه اندازه جمع متحدی است و نقش آن در جامعه امروز ایران چیست مسعود به برنامه به دیگر خوش ممنونم از شما و دعوت به این برنامه. اتحاد جمهوری خان ایران در سال 1383 با ایده ای آزادی و دموکراسی و استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران فعالیت شروع, شروع, کرد در واقع اینا رو که من خوندم چیزیه چیزی که شما خودتون عنوان دارست. کردید در واقع نقل قول داشتم میکردم از ایده اولیتون حالا 15 سال بعد دستاورد شما در این حوزه هایی که به عنوان هدف تعیین کردید چی بوده هدف اولیه ما این بود که گفتمان جمهوری خواهی و به این مفهومی که شما هم نقل کردید این رو به یه گفتمان مؤثر در سیاست ایران تبدیل کنیم و به نظر من این مسئله تا حدود زیادی حاصل شده اتحاد جمهوری خواهان نیروهای بسیاری رو که در حول جمهوری خواهی فعالیت می اینها رو در همایش اولش به یه شکلی متشکل کرد متحد کرد و این گفتمان امروز به یکی از گفتمانهای مسلط در جنبش سیاسی ایران تبدیل شده و طبیعتا اتحاد جمهوری خواهان در این مسئله نقش زیادی داشته اینکه ما تا چه حد به این هدف نزدیک شده ایم این رو بیشتر از همه تحولاتی که بتونه در ایران صورت بگیره شرایطی که ایجاد بشه که بشه گذار از این جمهوری جمهوری اسلامی عملی بشه در اون صورت میشه دید که این نتایج چی هستشونه ولی امروز نیروهای بسیار زیادی حول این ایده ها اندیشه هایی که در همون بیانیه اول اتحاد جمهوری خواهان اومده بود متشکل شدن و متشکل میشوند اگر به برنامه ها و آماج ها و اهدافهایی که همه حتی نیروهایی که اخیرا تشکیل شدند نگاه کنید اصول اساسیشون هیچ مقایرتی با اصول اولیه‌ای که تا جمهوری خواهم بر اساس اونها ایجاد شد نداره بنابراین این اهداف به یه شکلی میشه گفت به اهداف بلند مدت نیروهای بسیار زیادی در ایران تبدیل شده و اتحاد آقای فتی چطور شما میتونید این ادعا رو بکنید که به بر اساس اون کاری که شما کردید مثلا گفتمان جمهوری خواهی به هر شده یا بیشتر شده در حالی که این گفتمان در از قبلش هم وجود داشت از زمانی که مسائل اصلاحات در ایران هم شروع شد تکیه اون اصلاح طلب ها اصلاح گرها حداقل این بود که تکیهشون بر جمهوریت نظامشون بود و بحثشون بود که یواش یواش جمهوریت نظام داره محو میشه و ما با تکمون بر جمهوریت که همون مردم سالاری باشه باشه در شما نمیتونین ادعا بکنین که مثلا پیشگام این قضیه جمهوری هایی بودید ما ادعای پیشگامی به این مفهوم نداریم اون چیزی که اتحاد جمهوری خواهان انجام داد توانست برای اولین بار در بین تیف های مختلفی از اپوزیسیون که بیشتر عمدتا در خارج از کشور بودند چه سازمان ها چه افراد منفرد و چه محافل و جریان هایی که به طور جداگانه فعالیت میکردند یک نوع هماهنگی ایجاد بکنه و اولین نشست تا جمهوری خان نشاندهنده این بود که جهتگیری در این زمینه درست بوده و استقبالی که از اون شد در واقع این نشون دهنده این جهتگیری بود ما ادعای این نیستیم که جمهوری رو کشف کردیم ادعای این, این, رو داریم که تلاش میکنیم که این تبدیل به یک نیروی تاثیرگذار جمهوری خواهان به تأثیر حالا تاثیرگذار اتحا... باشه در مجموع اتحاد جمهوری از نظر ساختاری و تشکیلاتی چیه دقیقا؟ یعنی حزب چیه اتحاد در واقع از تشکیل شده از نیروهای مختلف که به گرایش های گوناگونی تعلق از چپ سوسیال دموکرات تا لیبرال و لیبرال دموکرات و خیلی نیروهای دیگه هم درش هستند و بودن و بخشن هستن حتی اصلاح طلبا غیر و اینا هستند توش بنابراین سعی کردیم ما یک سخفی برای نیروها از گرایشات مختلف ایجاد بکنیم این سقف تا در, در, در اون دوره خیلی از نیروها حتی با همدیگه همکاری نمی کردن. خیلی از این گرایشات از همدیگه خیلی دور بودن ولی اتحاد جمهوری خواهان سقف ایجاد کرد که این نیروها در عین اینکه حتی عضو سازمان های مختلفی بودند بتونن در اتحاد جمهوری خواهان عضو یک تشکل فراگیر بشن و این ایده برای این ایده موفق بود و تونست بخشایی رو از نیروهایی رو که در حالت عادی با هم دیگه هیچ گونه همکاری نداشتن ولی نیروهاشون در چارچوب اتحاد جمهوری خواهان با هم دیگه متحد شدن و یه تشکیلات وسیع ایجاد کردن این تشکیلات تشکیلات بازی بود و ما تشکیلات رو در پشت صحنه درست نکردیم فراخان عمومی دادیم امضا کنندگان در واقع اعضای این تشکیلات بودند و میتونستن در جلسات شرکت کنن در همایش های ما شرکت کنن رای بدن انتخاب بشن انتخاب بکنن به شکلی میشه گفت یه تشکیلات باز و علنی برای نیروهای وسیع در جمهوری خاطر بسیار از نظر عملی وقتی شما صحبت از این میکنین که میخواهید اونطور که در سال اول مطرح کردم که برای استقرار نظام جمهوری مبتنی بر منشور جهانی حقوق بشر در ایران تلاش دارید میکنید دقیقا من تکم رو کلمه استقراره چطور میخواهید یک همچین نظامی رو در ایران مستقر بکنید؟ این یه همچین نظامی به هر حال در شرایطی میتونه در ایران مستقر بشه که تحولات بنیادینی ایجاد بشه ما تلاش میکنیم که تمام نیروها رو متحد کنیم برای یه همچون تغییری برای یه همچون تلاشی هدفمون هم این استش که این تلاش از, از طریق مسالمت آمیز صورت بگیره نیرو اتکای ما بیشتر به نیروهای مدنی در ایران و جنبش های اصلاح طلبانه و آزادی و تحول خواهد،, تحول خواهد در ایران هستش و سعی میکنیم با تقویت این جنبش ها با ایجاد یک چتر فراگیری که بتونه حکومت رو وادار بکنه در عرصه های وادار بکنه همینطور نیروهایی از در اون حکومت که خواهانشون این تحولی هستن بشن در این جهت, در این جهت حرکت بکنن یه همچون برنامه در عمل آه ولی, ولی سوال من اینه که این برنامه که شما در دست دارین این اهدافی که برای خودتون تعیین کردید در عمل چطور میتونید پیاده کنید بالاخره شما یک پشتیبانی مردمی در داخل کشور لازم دارید که فشار رو از پایین بیاره و حتی همون نهادهای مدنی که شما تکرار دارید میکنید برش که به هر حال یک نیروهای باید از این جامعه مدنی و سازمانهای مدنی رو ایجاد بکنند تقویت بکنن و عملا کار بکنن روزانه در مسائلشون و هاش دخیل باشن شما دارید همچنین نیروهایی رو در داخل ایران؟ ما این نیروها در ایران وجود دارن اون این نیروها فعالیت میکنن فارغ از اینکه ما با اونها رابطه داشته باشیم یا نداشته باشیم هدف ما هم این نیستش که این نیروها تبدیل بشن به نیروهای ما ما هدفمون اینه که این نیروها را در جامعه تقویت بکنیم دموکراسی چیزی نیستش که از بالا بشه ایجاد کرد دموکراسی باید در جامعه عناصر دموکراسی ایجاد بشه نهادهایی ایجاد بشن که هم فراتر رفتن از وضعیت رو ممکن میکنن هم تثبیت دموکراسی در آینده رو میتونن تضمین بکنن و همین خاطر ما تلاشمون این هستش که تمام نیروی اپوزیسیون نیرویی که وجود داره متوجه چیزی بشه که میشه در ایران با اتکاب اون به دموکراسی رسید این هدف ماست این نیستش که ما خودمون نیروی هستیم که مثلا یک دفعه از بالا یا از خارج بخوایم در ایران تحول ایجاد کنیم حالا شما فکر میکنین که غیر منصفانه است اگر بگیم که بخش زیادی از این عمر 15 ساله اتحاد جمهوری خواهان در واقع صرف دعوا و مرافع های داخلی خودش شده درگیری بر سر اینکه سیاست این تشکیلات چه باشه و در واقع برخلاف عنوانش تا این مدت همچین تشکیلات متحدی هم نبوده برخلاف اسمش اتحاد جمهوری خواهان از گرایشات مختلف تشکیل شده از اصلاح طلب از اصلاح طلب تا انقلابی درش بوده خب. ولی سقل اصلیش نیروی تحول بوده و روی همین گذار مسالمت آمیز از جمهوری اسلامی تاکید داشته در درون هر تشکیلاتی اختلاف نظر در مواردی میتونه باشه و در تا جمهوری بوده ولی این نبوده که نیروی ما رو بیشتر به خودش در واقع چیز بکنه در مشغول بکنه اون چیزی که بیشتر از همه مورد مسئله ایجاد کرد اینی که انتظاراتی هستش که نیروها از این نیروهایی که با ما بودن در آغاز بسیارشون انتظاراتشون برآورده نمیشد یعنی ما به یه هدفی که در پیش رو گذاشتیم هدفی نیست که امروز یا فردا بتونیم برسیم بهش باید شرایط اجتماعی ایجاد بشه که جمهوری جمهوری سکولار دموکرات در ایران بشه مستقر بشه شرایط اجتماعی باید وجود داشته باشه ولی اجازه بدین آقای فتی من روی دو موضوع تکیه بکنم که باعث این درگیری های داخل اتحاد جمهوری خان بوده و تا حدود زیادی برای مدتی بی عملش هم کرده بوده یکیش اتحاد بینه که بخصیان اتحاد جمهوری خان در مراحل اولی خودش گرایش به یک جناه خاصی در داخل حکومت ایران داشت و اتهام دومش اینه که در خط مشش ناروشنی خیلی جدی وجود داره و انسجامی وجود نداره در شیوه برخوردش به مسائل ایران و نوع اصلاحاتی که در داخل ایران میخواد و رابطهش با اصلاح, اصلاح طلبان داخل کشور حالا در این همایش هشتم به نظر میرسه که شما صحبت از این میکنید که انسجام بیشتری دارید و در خط مشتون هم روشنی بیشتری ایجاد شده آیا واقعا اینطوره یعنی چه چی چیز تغییر کرده در تغییر اساسی نکرده یعنی ما ارزیابی هامون ممکنه که نسبت به اون موقع فرق کرده باشه ولی اصولی که در همون همایش اول تصویب شده یا اصولی که رو همون تاکید داشتیم الان هم داریم این اتهاماتی که زده میشه دلیلش خیلی به نظرم بی, بی زمینه ای نداره به خاطر اینکه اتحاد جمهوری خواهان از همون اولین روزی که به وجود روشن کرد که برای اتحاد نیروهای جمهوری خوا تلاش میکنه در این حال تو همون همایش اول تاکید کرد که با همه نیروهایی که حتی به جنبه هایی از اصول جمهوری خواهی معتقد باشند با اونها هم همکاری میکنه یعنی با اصلاح طلبان ما در جایی که اونها بخوان تقویت بکنن نقش رای مردم در تعیین وضعیت رو در تعیین نوع حکومت رو غیر و اینا رو هر گامی در این جهت برداشته باشه اتحاد جمهور از اون حمایت میکنه این به معنی نیستش که ما از یه جناحی از حکومت حمایت میکنیم ما از تغییرات حمایت میکنیم از عمل معین اصلاح طلبان حمایت میکنیم این که به ما این تام میزنن به دلیل اینه که ما روابط گسترده با نیروهای اصلاح طلب داریم این رابطه رابطه انتقادی است تا رابطه دنبال روی از اونها پس در واقع نسبت به اون به سالهای اولیه پیدایش اتحاد جمهوری خواهان انظر خط مش بخصوص در مقابل اصلاح طلبان داخل کشور تغییری حاصل نشده ببین یه زمانی مردم اومدن با رأی به اصلاح طلبان عملاً سعی کردن از, در از, دخالت در درون حکومت و تقویت یه سری نیروهایی که در درون حکومت میخوان یه سری تغییرات ایجاد بکنن از اون طریق بتونن یه سری تغییراتی در جامعه ایجاد بکنن این تغییرات در جاهایی به بنبست رسید نهایتا به جنبش سبز کشیده شد و سرکوب شد و بعد هم که وعده هایی که آقای روحانی اومد داد و اینا یه مقدار فضا رو باز کرد یه مقدار انتظارات ایجاد کرد ولی این انتظارات هم با دولت دوم آقای روحانی بر تا حدودی به یه شکلی پاسخ داده شد ولی با دولت دوم آیه روحانی عملا به ناامیدی تبدیل شد و رسید به جنبش خیزش های 96 و بعد از اون طبیعی نیروهای سیاسی نمیتونن نسبت به این تحولات دوی این 20 سال گذشته بیتفاوت باشن اتحاد جمهوری خواهانم ارزیابی امروزش از مسئله اصلاحات و اصلاح طلبان نسبت به 10 سال 15 سال پیش کاملا متفاوته و نخش... شما الان فکر میکنید که به اصطلاح حرکت اصلاح طلبی در داخل کشور به رهبری اصلاح طلبانی که کماکان هم در داخل کشور هستند الان دیگه بشکر... با شکست مواجه شده و دیگه آینده ای نداره در نشان یک حرکت نوینی باید صورت بگیره برای اصلاحات در داخل کشور اصلاح طلبی یک عملیه که منحصر به این یا اون نیرو نیست این نیروها با روش هایی که پیش بردن خودشون هم نقل میکنن میگن که نتونستن به دستاورد پایداری برسن ولی خب تاثیر گذاشتن اصلاح طلبان تاثیر زیادی گذاشتن در فرهنگ سیاسی در ایران خیلی از نرم ها آوردن خیلی از گفتمان ها را آوردن که قبل از اون نبوده ولی این که بتونن تغییری ایجاد بکنن در چیزی نه همیشه با سطح یک ولایت فقیه و ارگانهای های و غیر و اینا چیز کردن عملا کلی رو نتونستن پیش ببرن تغییر معناداری که بتونه اون مردمی رو که پشت سرشون بوده قانع بکنه و طبیعتا انتقاد ما هم به اونها این استش که ادامه راه گذشته به راهی که تا کنون رفتن اونها رو به موفقیت نمیرسون اونها باید تدبیر دیگه ای رو ببینن بنابراین مهمترین اصلاحی در, در جمهوری اسلامی میتونه صورت بگیره اینه که بتونه این صد تلفیق دین و دولت رو به شکلی بشکنه و نقش تعیین کننده ولایت فقیه رو خب بسیار خوب همین حالا اشاره کرد به ولایت فقیه زبدین بدین من یک نقد قولی از اسناد همایش اخیرتون بکنم شما میگید ولایت فقیه و نهادهای وابسته به اون را بزرگترین مانع در راه استقرار مردم سالاری و ثبات و پیشرفت کشور میدانیم خواهان رفع و لغو آن هستیم و به سهم خود در راه تعمین مسیر گذار مسالمت آمیز دموکراتیک و کم درد به دموکراسی میکوشیم اولا منظورت از رف و لغو ولایت فقیه و نهادهای وابسته اون چیه یعنی چطوری میشه نهاد یکی ولایت فقیه رو لغو کرد یا رف کرد خب اگر این همینی که این 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 صحبت که ولایت فقیه و نهادهای مربوط به اون مانع اصلی هستن تو همایش اول ما هستش یعنی بیانیه اولی که هزار خورده نفرم امضا کردن برای این چیز جدیدی نیست زمانی میشه در ایران حتی یک اصلاحی انجام داد اگر به تاریخچه اصلاحات در ایران نگاه کنیم مانع اصلی ولایت فقیه بود مانع اصلی ارگان بوده که منتسب به ولایت فقیه هستن ارگان بوده که سرشون تو دفتر ولایت فقیه هستش از سپاه پاسداران بسیج بگیر تا شورای نگهبان و غیره اینا اینا همشون به یه شکلی مربوط به ولایت فقیه هستن اگر در ایران کسی بخواد اصلاحی انجام بده باید این ها رو آره سوال, سوال من اینه که چطور میتونید اینو لغو و رفع بکنید اجازه این سالم با این ادامه بدم که شما در دوره مسیر مسالمت‌آمیز دموکراتیک و کم دردی که صحبت میکنید ولی در جای دیگه میگیم که به حال این تلاش ها در داخل ایران برای رسیدن به دموکراسی و غیره به خشنترین ترین اشکال ممکن سرکوب میکنه رژیم خب اگر اینطوره اون وقت چطور میشه با روش مسالمت آمیز دموکراتی و کم درد در جامعه ایران به دموکراسی رسید روش مسالمت آمیز زمانی امکان پذیر هست و عملی هست که بتونه جنبش به یه جایی برسه که بتونه نهادهای سرکوب و حکومتی رو وادار به عقب نشینی بکنه و این ما در اینجا قرار نداریم مشکلی که بشه این کار رو کرد یک وجهش اینه یک وجه که فشار عمومی بالا بره یک وجهش هم اینه که بخشی از حکومت و این از این روش جدا، خودش رو جدا بکنه و به به, به دفاع از حق مردم حق یعنی به دفاع از مبارزات مردم برای دموکراسی در واقع برگرده به اون اونو به رسمیت بشناسه این کار در ایران در شرایط فعلی اتفاق نیفتاده انتظاری که از اصلاح طلبان هست به جای اینکه وقتی یک خیزشی در گوشه از کشور اتفاق میفته اون رو نادیده بگیرن یا حتی بعضا محکوم بکنن بلکه به اینها بپردازن به مسائل مردم دقت بکنن فکر کنن و به جای اینکه اون سوی آب بیستن به این سوی آب در واقع نگاه کنن به این سوی جریان نگاه کنن اگر این این کاری که اصلاح طلبان, داخل کشور باید بکنن ها شما یعنی ولی. در واقع شما فقط میتونید بهشون سفارش بکنید توصیه بکنید و ازشون که این کارو بکنید شما در عمل چیکار میکنید ما یعنی در سوال اولم برمیگردم که اگر که شما میگین که اصلاح طلبان برحال نتونستن به بسیاری از اهدافشون برسن و با دولت دوم آقای روحانی عملا دیگه همه چیز دیگه به باد فنا رفت حالا اگر اینطوره اون وقت شما به چه شکلی میخوایم اصلاح طلبان رو برگردونین سر جای اولیهشون و بگین که این کاری که الان شما توضیح دادین باید انجام بدن یعنی از،, از مردم و دموکراسی خواهی مردم حمایت بکنن خب وقتی کسی خودش رو اصلاح طلب میدونه و میخواد که به اصلاح چیزی رو در ایران اصلاح بکنه اون باید به این فکر کنه که اصلاح طلبی این نیستش که به حال زیر پرچم نیرویی که به حال هر گونه تحرکی در جامعه رو در نطفه خفه میکنه نسبت به اون بیتفاوت باشه یا بگه که مثلا اون بخواد حریم اون رو حفظ بکنه و فاصله رو از اون زیاد نکنه و از این فاصله را با چیز زیاد بکنه طبیعتا اون چیزی ما نیست اونها باید تعیین کنن اینا و اگه بخوان موفق بشن بخوان چیزی رو پیش ببرن باید بدونن که در چه جبهه‌ای باید در آینده بیستن و در مقابل چه کسی و چگونه برخورد بکنن اون یه امریه که اونها باید انتخاب کنن ما برای اونها نمیتونیم تکلیف تعیین کنیم یا بگیم که چه بکنن یا چه نکنن ولی اون چیزی که خودمون میتونیم بکنیم اینه که ما تلاش میکنیم که این مبارزاتی که مردم میکنن، نهادهایی که ایجاد میشه، جنبشی که شکل گرفته به یه جایی برسه که بتونه حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه و به, به هیچ وجه به سعی کنیم که ترویج میکنیم که تلا، تر، این رو ترویج میکنیم که دست به خشونت زده نشه و با از طریق مسالمت این پیش بریم و تا اونجا که خودمون امکان اینو داشته باشیم که در این زمینه ها کاری انجام بدیم در واقع همینه وگرنه ما از خارج از کشور نمیتونیم اه. بگیم که نسخه بپیچیم بگیم که اونجا چه کار بکنن ولی ما این گفتمان رو اه. میخوایم به گفتمان مسلط در جنبش ایران تبدیل کنیم اه. که با مسالمت میشه دموکراسی ایجاد کرد نه با خشونت بسیار حالا بر حال حاضر چند تا سازمان و تشکیلات جمهوری خواهی وجود داره در خارج از کشور و که مواضع و اهدافشون هم کما شبیه به همه چرا این سازمان ها و تشکیلات ها همه در یک تشکیلات در یک سازمان و به صلاح متحد نمیشن طبیعتا وقت اگه باشن میتونن کاربرد خیلی بیشتری داشته باشن و نیروهای بیشتری هم جمع بکنن و امکانات اصطلاح پیشورد اهدافشون هم بیشتر خواهد شد دقیقا درسته و هدف ما هم در آغاز همین بود که با توجه به اینکه توی جنبش ایران نیروهای سیاسی با همدیگه یک فاصله های خیلی عجیبی دارن بیشتر تاریخی است تا چیز اینا نمیتونستن دور هم جمع بشن سعی کردیم که راه برای این پیدا کنیم برای همین یه سقف مشترک ایجاد کردیم این کار انجام بدیم الان هم چندین جریان جر جر جمهوری هم تو خارج یکی دو تا هستن علت این بیشتر این که مثلا شک گرفتن میشه گفتش که این جریانات در واقع هدف واحدی رو دنبال میکنن این که نتونستن یکی بشن یه مقدار اختلافات سیاسی برمیگرده مثلا جمهوری خواهان دموکرات لایک تو پاریس تشکیل شد اون رادیکال تر از اتحاد جمهوری خواهان بود یه مقدار نیروهای رادیکال رو دور خودش جمع کرد یه بعدن بعدا یه تشکیلاتی در آمریکا ایجاد شد کردن در ادامه به همبستگی جمهوری خواهان ایران تر تر چیز شده یه دوره هم با اتحاد جمهوری ما تلاش کردیم که یکی بشیم که با توجه به گرایشاتی که در اون ور بود و در این ور بود و اینا به یه شکلی این به،, به نتیجه نرسید ولی آه. به شکل دیگری الان ما این کار را انجام میدیم و ما سعی کردیم که یک اعتلافی از نیروهای جمهوری خواهی ایجاد کنیم که الان چهار جریان با همدیگه فعالیت میکنن حزب چپ ایران، اتحاد جمهوری خواهان ایران، همبستگی جمهوری خواهان ایران و سازمان های جپه ملی در خارج از کشور با هم همکاری میکنند اسم حزب چپ رو کامل بگم که حزب چپ ایران فدایان خلق تو پرانتز معمولا میاد اینه که اینا با هم دیگه نزدیک دو ساله که با هم فعالیت های مشترک انجام میدن روی زمینه های مختلفی موزگیری مشترک میگیرن و سعی میکنیم با نیروهایی هم در داخل ایران بر حال ارتباط داشته باشیم و بتونیم یک حلقه وسیع تری ایجاد کنیم بسیار دید. آقای فرجی تقریبا تموم شده فقط من یک سوال اگه خیلی لطف کنید جواب خیلی کوتاهی به من بدید بسیاری از تشکیلات و سازمان های مخالف در خارج از کشور که اخیرا خیلی فعال شدن بعضیشون هم به وجود اومدن به نوعی نگاهشون به خارج از کشوره و اینکه کشورهای مثلا خارجی بتونن با کمک اونها بتونن به جمهوری اسلامی فشار بیارن و تغییراتی در داخل به وجود بیارن موضع اتحاد جمهوری خواهان در این رابطه چیه دقیقا؟ خیلی کوتاه لطفا اتحاد جمهوری خواهان هر گونه اتکایی به نیروهای خارج از کشور به دولت ها و اینا رو کاملا رد میکنه از همون اول مخالف تحریم ها بوده مخالف تهدید و غیره اینا بوده خواهان مذاکره و گفتگو و حل مسائل دو کشور بین دو دولت همواره بوده نیروی اولیه که در واقع سقل اصلی تشکیل این اتحاد شد بر اساس بیانیه ای در واقع چیزی شد که خواهان مذاکره با دولت آمریکا و حل مسائل در مسائل دو بین دو کشور از طریق مذاکره بوده و به هیچ وجه اتحاد جمهوری به اعتقاد نداره که به نیروی خارج با اتکا به نیروی خارج میشه در ایران تغییری ای چه خیلی متشکرم آقای مسعود فتی ممنون از شرکت شما با...